به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجمع خبرهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. نظام الدین قیصری در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: مزار شریف، عدالت خواهی و مبارزه با بی‌عدالتی هیچ وقت کهنه نمی شود و تا مستقر شدن عدالت در جامعه مبارزه ادامه دارد. به نام خداوند توانا، مردم شرافتمند افغانستان، زندگی با درد شما برای افتخار است. به زودی تمام حقایق برملا خواهد شد و چهره های اصلی که سالهاست با خون شما مردم تجارت می کند افشا خواهد شد. من از تمام جفاهایی که در حق شما مردم با غیر صورت گرفته به خوبی آگاه هستم. برای نقطه پایان گذاشتن به این جفا لحظه غفلت نخواهم کرد. نیاکان ما از این خاک و از وطن به قیمت خونشان دفاع کردن. من هم به قیمت خون خود از این وطن و شما مردم شریف دفاع می کنم. از رئیس صاحب پارلمان الحاج میر رحمان رحمانی و وکلای با عزت صفحات شمال و شمال شرق افغانستان به خاطر تاکید بر بررسی بی‌طرفانه قضیه بلخ و از آیت‌های حقیقت یاب در رأس خان آقا رضایی که قضیه را با بی‌طرفی کامل و با جدیت مورد بررسی قرار دادن و تای تماس تلفنی جویای احوالم شدن احضار تشکری میکنم و به نزدیکترین فرصت نتایج بررسی ها را فرزندان با عزت افغانستان به شما مردم شریف شریک می کند. بار دیگر درخشانترین فرزندان افغانستان در پارلمان ثابت ساختند. به خاطر دفاع از حق و حقوق شما مردم و تمثیل دموکراسی به معنی واقعی آن از هیچ تلاش دریغ نمی ورزند و به تعهداتشان پایدارند. عدالت خواهی را تا آخرین دم ادامه خواهم داد. الحاج نظام الدین قیصری، دگر جنرال عبدالصبور قانه به حیث معین ارشد وزارت داخله معرفی شد. به اساس حکم رئیس جمهور غنی، دگر جنرال عبدالصبور قانه به حیث معین ارشد وزارت امور داخله کشور معرفی گردید. به گزارش اسپوتنیک، دگر جنرال عبدالصبور قانه امروز شنبه 28 جدید از سوی حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی به حیث معین ارشد امور امنیت وزارت امور داخله معرفی و آغاز به کار کرد. در مراسم معرفی معین ارشد وزارت امور داخله، دگر جنرال اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، جنرالان و رؤسا وزارت امور داخله اشتراک نموده بودند. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان تقرر آقای صبور در این پست تبریک و ابراز امیدواری نمود. در همین حال آقای مسعود اندرابی سرپرست این وزارتخانه نیز آقای قانه معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله را نظامی آگاه و با تجربه خواند. از سوی هم لوی پاسوال صبور قانه معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله اطمینان داد که در راستای تطبیق حاکمیت ملی، تداوم روند اصلاحات، سیستم سازی، تقویت و تجهیز پلیس، دوشادوش شخص سرپرست وزارت امور داخله و معینان این وزارت از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید. غنی در دیدار با باشندگان ناحیه‌های 7، 6 و 13 قضاوت جمعی و تشخیص مردم نقشه رای من است. رئیس جمهور افغانستان امروز با باشندگان ناحیه‌های 7، 6 و 13 کابل در ارگ ریاست جمهوری دیدار و به مشکلات آنها گوش داد. به گزارش سپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری افغانستان نوشت محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در چهارمین نشست گفتمان ملی پیش از ظهر امروز دیدگاه ها، مشکلات، خواست ها و پیشنهادات باشندگان ناحیه های
ششم، هفتم و سیزدهم کابل را گوش نمود. در نشست امروز در قصر سلام خانه ارگ برگزار شد. محمد امین غیرت به نمایندگی از معارف و جوانان مولوی عبدالرحمن به نمایندگی از علمای کرام، سیماگل جمالی به نمایندگان از ساز زنان، انجینر خوشحال یاری به نمایندگی از وکلای گذر و محمد عارف حیدری به نمایندگی از بزرگان قومی از رئیس جمهور به خاطر که دروازه ارگ را برای مردم باز کرده و مشکلات مردم را رو در رو میشنوند تشکری کردند. آنان مشکلات، خواست ها و پیشنهاداتشان را در زمینه های ترانسپورت، سرک ها و کوچه های فری، آب آشامیدنی، نامنی، صحت، جمع‌آوری کثافات، جلوگیری از غصب زمین، بلند بردن کیفیت معارف، برق، محیط زیست، مشکلات و حقوق زنان، ایجاد سایه سبز و پارک های تفریحی، جلوگیری از خشونت علیه زنان، افزایش قیمت مواد سوخت، اعمار بندشا، توت، جلوگیری از مواد مخدر، برداشت موانع از سرک ها و کوچه ها، جلوگیری از جرایم و رسمی ساختن مساجد، با رئیس جمهور شریک ساختن. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در ادامه نوشت. رئیس جمهور غنی پس از شنیدن خواست ها و پیشنهادات سخنرانان گفت در کنار اصلاحات دیگر در امنیت کابل تغییرات سراسری رونما خواهد شد و همچنان در پلیس امنیلی اصلاحات اساسی به میان می آید. ترس مردم از پلیس باید به باور مبدل گردد و کابل مسنون شود، چون بدون این کار این سرمایه بشری و طبیعی ضایع می گردد. رئیس جمهور افغانستان قضاوت جمعی مردم را به پیشینه و تشخیص آنان را بجا خوانده و گفت تشخیص شما نقشه ای رای من است. پیشنهادات و نظریات شما به برنامه ها و پلان مبدل می شود. بدون همکاری هایتان مشکلات نامنی کابل و دیگر مشکلات حل نمی گردد. رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد که اقدامات مسئولان کابل کافی نمی باشد. آنان باید در 6 ماه آینده مشکلات موجود را حل و رضایت مردم را به دست بیاورند. رئیس جمهور افغانستان پشتیبانی مردم را که در تغییر ساحات غیر پلانی با ساحات پلانی ایجاد محیط مناسب مهم خوان و گفت در این بخش با ایجاد نظم و سیستم عواید شهر کابل ده برابر افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان در ادامه افزود که باید زمینه استفاده از برق آفتابی فراهم گردد و به رئیس جمهور افغانستان برشنا شرکت هدایت داد تا در مدت 3 هفته مشکلات موجود در قسمت برق به خصوص مشکلات در پرداخت صرفه برق شهروندان به صورت اساسی حل و مدیریت گردد. رئیس جمهور افغانستان همچنان خاطرنشان ساخته است که هر شهروند باید مانند مصرف پول موبایل از مصرف برق خویش نیز آگاهی داشته باشد. به مقامات دولتی در قسمت برق پذیرفتنی نیست. وای افزود که مشکلات زنان ابعاد فرهنگی و پیچیده دارد و به منظور تشخیص و حل این مشکلات با زنان در نشست‌های اختصاصی بحث خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان همچنان به رئیس معارف شهر کابل هدایت داده است که تا در مدت 4 هفته پلان منظم را به خاطر جلوگیری از آزار و اذیت شاگردان به خصوص دانش آموزان دختران تربیت کند. در غیر آن این ریاست لغو خواهد شد. وای افزود که فروشندگان مواد مخدر هم مانند تروریستان قاتل مردم هستند و در مقابل آنان اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور افغانستان در نشست امروز همچنان به ولی، شاروال و قماندان امنیت کابل هدایت داد تا موانع را از سرک‌ها و کوچه های شهر کابل بردارند. وای افزود که دریای کابل مدیریت می‌گردد، ساحه شیر دروازه به پارک ملی مبدل می‌شود و در سایه سبز کابل تغییرات اساسی به میان میاد. در پایان این نشست، رئیس جمهور افغانستان گفت همکاری و پشتیبانی مردم را در زمینه نشر نام‌های غاصبان ممنون خروج ساخته و معرفی آنان به داستانی کل مهم خوان و افزود که باشندگان کابل در 6 ماه آینده باید حداقل 6 پیشرفت اساسی را در نواحیشان لمس کنند. یادآوری میکنیم که در این اواخر بی‌امنیتی در شهر کابل بسیار زیاد شده است که حتی در برخی از مناطق در روز روشن دزدان و رهگیران پول و گوشی همراه باشندگان کابل را به زور میگیرند. صدیقی
حکومت افغانستان تنها طرحی را خواهد پذیرفت که تضمین کننده آتش بس باشد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هشدار داد که اگر طالبان با آتش بس تن ندهند، تلاش های صلح بر سرانجامی نخواهند رسید. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.